طرز تهیه باقالی پلو با ماهیچه. رسیپی این غذای خوشمزه رو تقدیم میکنم به تمامی دوستان علاقه من به باقالی پلو با ماهیچه، خصوصا دوست عزیزمون خانم شیرین عزیز. طرز تهیه این غذای خوشمزه: یک عدد پیاز رو خرد میکنیم و یک عدد بوته کامل سیر نیاز داریم و مقدار 8 عدد برگه هلوی خوش شده. به یک قاشق مربخوری فلفل، زردچوبه، فلفل قرمز، پودر زنجبیل و دارچین برای پخت 4 عدد ماهیچه گوساله نیاز داریم. نصف قابلمه ای رو پر از آب می کنیم و وقتی آب جوش اومد، صافی مخصوص پخت سبزیجات رو وارد قابلمه می کنیم. تمام مواد لازم پخت ماهیچه رو به غیر از نمک به صافی منتقل می کنیم و می ذاریم تا 3 ساعت بپزن. گذاشتن صافی به ما کمک می کنه که در پایان پخت گوشت آب ماهیچه ای رقیق و بدون مواد اضافی داشته باشیم. استفاده از برگه هلو و سیر باعث میشه تا بوی زخم ماهیچه از بین بره و رنگ آب گوشت در پایان کار خوش رنگ و خوش طعم بشه. از شما دعوت میکنم تا حداقل یک بار این دستور رو امتحان کنید و لذت ببرید. بعد از 3 ساعت پخت ماهیچه، حالا نوبت اضافه کردن یک قاشق غذاخوری نمک به گوشت هست. یک عدد فلفل دلمه‌ای رنگی رو باریک باریک خرد می‌کنیم و اگر دوستدار و طالب غذای تند هستید، مقدار 4 عدد فلفل تند سبز رو خرد می‌کنیم و به مواد داخل قابلمه اضافه می‌کنیم و می‌ذاریم 30 دقیقه اضافه تر با کل مواد بپزن. نوبت به پخت باقالی پلو رسیده. 4 لیوان برنج باسمتی یا هر نوع برنجی که دارید رو در ظرفی ریخته و تمیز میشوریم. سپس مقدار 400 گرم باقالی رو پوست میکنیم و کنار میذاریم. درون قابلمه برنج مقدار 400 میلی گرم آب میریزیم و میذاریم جوش بیاد. سپس باقلاها رو به قابلمه اضافه میکنیم. کفهای ایجاد شده روی سطح آب رو میگیریم. بعد از 10 دقیقه برنج شسته شده رو به قابلمه منتقل می کنیم و یک قاشق غذاخوری نمک هم به مواد اضافه می کنیم و می ذاریم تا باقلا و برنج نیم پز بشن. سپس برنج رو آبکش می کنیم و کنار می ذاریم. طرز تهیه تهدیگ زعفرانی: مقدار 1 قاشق چایخوری زعفران به علاوه 3 عدد زرده تخم مرغ به علاوه 6 قاشق غذاخوری ماست که بهتر چکیده باشه و مقداری نمک رو درون کاسه میریزیم، خوب هم میزنیم و مخلوط میکنیم. مقداری از برنج سفید رو از ظرف مخلوط باقالی و برنج جدا می‌کنیم و به مایع زعفرونیمون اضافه می‌کنیم. یک سوم پیمانه روغن به علاوه 2 قاشق سوپخوری محلول زعفرون رو کف قابلمه می‌ریزیم و برنج زعفرونی رو روی این محلول پهن و پرس می‌کنیم. درب قابلمه رو می‌بندیم و می‌ذاریم تا 10 دقیقه مواد خودشون رو بگیرن.
بعد از 10 دقیقه مواد باقالی پلو رو روی برنج زعفرونی لایه لایه به همراه شوید تازه خورد شده میریزیم و در پایان نصف پیمانه کره آب کرده یا روغن مایه رو روی سطح برنج میریزیم و با پارچه تمیز در قابلمه رو میپوشونیم و میذاریم تا 40 دقیقه برنج روی حرارت کم دم بکشه. طرز تهیه سس ماهیچه. شعله زیر قابلمه ماهیچه رو خاموش میکنیم، آبکش استیل رو از قابلمه خارج میکنیم و به آب 1 دست ماهیچه 1 قاشق سوپخوری رو به گوجه فرنگی اضافه میکنیم، هم میزنیم و بعد ماهیچه ها رو 1 به 1 به آب گوشت برمیگردونیم. اگر دوست داره پیاز داغ هستید، مقداری پیاز داغ هم به قابلمه اضافه میکنیم تا عطر پیاز داغ سس ما رو خوشتم و لذیذ کنه. باقالی پلو و ماهیچه رو در بشقاب غذا می کشیم. کمی آب لذیذ و خوش عطر گوشت رو روی ماهیچه ها می ریزیم. ته دیگه زعفرانی رو کنار برنج می زاریم و در پایان با کمی پیاز داغ روی گوشت ها غذا رو برای عزیزانمون سرو می کنیم. از شما دعوت می کنم چنانچه تمایل به آشنایی با دستور غذا یا شیرینی داشتید، حتما در قسمت کامنت با ذکر نام خود قید کنید. سعی می کنم ویدیویی از خواسته شما با ذکر نام شما تهیه کنم و اون رو تقدیم کنم. دوستان، تا ویدیویی بعد، روز و روزگار خوشی براتون آرزو می کنم.